سلام دوستان خب تو این جلسه میخوایم مدل ریاضیمون رو حل کنیم البته این مدل ریاضی که حل میکنیم توی حالت دو بودی هستش و بر اساس حل هندسی خب تو واقعیت فکر نمی کنم مدلی رو پیدا کنیم که بخوایم سیستمی رو فقط تنها با دو تا متغیر ریزی کنیم و حلش کنیم حالا شاید واسه بعضی موارد خاص پیش بیاد اما حل هندسی به ما یک دید خیلی خوبی رو میده که بدونیم چطور یک مدل ریاضی در واقع حل میشه و ما میتونیم اجزای مدلمون و نحوه حل رو بهتر بفهمیم و درک کنیم به خاطر همین ما از حل هندسی از اول شروع میکنیم و اون رو بیان میکنیم چون تو حالت دو بودی فقط میشه اونا رو ترسیم کرد و حل کرد توی حالت سه بودی خیلی کار سخت و مشکلی خواهد بودش و دیگه از سه به بعد که اصلا نمیتونیم ترسیم بکنیم اونا رو خب یه مثال ساده رو در نظر بگیریم با یه تابع هدفی که ما میخوایم اون رو کمینه کنیم دو تا متغیر داریم متغیر x1 و x2 دو تا هم محدودیت داریم اینجا محدودیت بزرگتر مساوی 6 و محدودیت بزرگتر مساوی منفی 18 خب فقط یه نکته قبل حل بگم اینجا ما میتونیم ضرب در منفی بکنیم کل این رو در واقع تا محدودیت ما x1 به اضافه 2x2 کوچکتر مساوی 18 هستش بعد حالا اینا رو حل بکنیم گفتیم که حالا تو جلسات قبل گفتیم که محدودیت های ما محدودیت های ما در واقع دارن فضای جواب ما رو می سازن. ما باید ایکس هامون رو متغیر هامون طوری تعیین کنیم که تو این محدودیت و تو این نامعادلات صدق بکنن و این هست در واقع صدق کردن یعنی فضای جواب یعنی محدوده ای که تمامی ایکس های اون تو این دست از نامعادلات صدق بکنن پس یه فضایی رو به ما میده که تمامی x های اون متغیره اون جواب م... که اعداد جاگذاری بکنیم تو این دستگاه تو این نامادلات می میکنن و بر اساس این محدوده از جوابی که داریم میخوایم تابمون رو یعنی ایکس هایی رو تو این فضای جواب پیدا بکنیم که این تابه کمین، کمترین مقدار رو داشته باشه یعنی این زدی که در نهایت به دست میاد کمترین زد باشه خب اینجا یه جدولی رو داریم که x1 ایک و x2 رو یعنی در واقع خلاصه کردیم گفتیم x1 ایک و x2 متغیرهای تصمیم ما هستند، C که به هزینه هستن برابر 2 5 B که مقادیر دست راست هستن برابر 6 و منفی 18 و ماتریس A که ماتریس ضرایب فنی هستش که این ضرایب هستن این میشه در واقع دستگاه در واقع دستگاه در واقع مدل ریاضی ما یه موردی رو باید توجه کنیم همونطور که گفتم ضرب در منفی میتونیم بکنیم اگر این رو ضرب در منفی کنیم میشه منفی z مساوی منفی 2x دو 2x1 دو به اضافه منفی 5 شا x2 خب و این دیگه مینیموم نیست ماکسیموم سازی میشه همینطور این رو میتونیم بنویسیم منفی x1 منهای x2 کچیتر مساوی منفی 6 تفاوتی نداره و گفتیم اینم که میتونیم x1 به اضافه x2 بزرگتر چرا حالا اینطوری نوشتن باسه حل یک دستگاه معادلات خطی هر کسی یه, یه جور استانداردی رو در نظر گرفته حالا ما بر اساس کتاب بازرا رفتیم و تو اون کتاب بزرگتر مساوی رو استاندارد در نظر گرفته و مینیموم سازی رو یعنی اگر من یه مسئله ماکسیموم سازی داشته باشم ضبط در منفی یک میکنم که به مینیموم سازی تبدیل باشه و اینا در واقع معادلات هم, هم به بزرگتر مساوی اونجا تبدیل میکنم بیشتر بر اساس حل هستش یعنی الگوریتمی که میخوایم حل کنیم اینجور تص... تفسیر رو میکنم و بیشترم توی حالا م... م... مراحل اولیه هستش اما تو حل های بالاتر زیاد اهمیتی نداره توی الگوریتمی که میذاریم این در واقع استاندارد خاصی اونطوری وجود نداره که بگیم که آقا حتما حتما اینو باید بزرگتر مساوی بذاریم به نظر من هر جور که تونستیم میتونیم بذاریم برای نامادل است و اعمال ریاضی میتونیم روش اعمال ریاضی رو میتونیم روش انجام بدیم خب حالا بیایم فضای جوابمون رو بکشیم گفتیم که ایکس من توی جلسه قبل جلسه قبل فضای این فضا رو داشتیم خب اگر خاطرتون باشه با هم کشیده بودیم گفتیم x و باید بزرگ... x1 ایک باید بزرگتر از صفر باشه پس شد این ناحیه x2 هم با بزرگتر از صفر باشه پس شد این ناحیه نقش اینجا x2 باید بزرگتر از صفر باشه پس شد این ناحیه x1 ایک باید بزرگتر از صفر باشه شد این ناحیه این خط رو ترسیم کردیم اما گفتیم معادله نیستش گفتیم بزرگتر مساوی پس هم خود این خط هم مواردی که بزرگتر از 6 هستن پس شد این ناحیه و این معادل خط که این خودش هستش و گفتیم باید کوچیکتر مساوی در واقع 18 باشه که میشه این ناحیه و خیلی وقتا واسه که نوایی رو بتونن به دست بیانن مثلا کدوم جهت هستش میتونن جایگذاری عدد بکنن بگن که مثلا این نقطه الان تو این معادل بزرگتر مساوی صرف میکنه یا نمیکنه خب پس فهمیدیم فضای جواب من اینجاست حالا چطور میتونیم بگیم که جواب بهینه کدوم هستش بین این همه نقطه‌ای که وجود داره توی این قسمت تمام این نقاط میتونن جواب باشن به ازای x1 و x2 هایی که وجود داره اما ما میخواییم اون x1 و x2 رو پیدا کنیم که این معادله کمترین مقدار Z رو داشته باشه حالا این x X2 میتونه باشه اینجا میتونه باشه اینجا میتونه باشه اینجا میتونه باشه و هر چیزی. خب کاری که میکنیم این هستش که ما میتونیم به ازای Z های مختلف معادله رو بکشیم مثلا به ازای اگر Z صفر باشه میدونیم که کمترین مقداری که میتونه بگیره X ها چون بزرگتر مساوی صفر میتونن باشن میتونیم صفر بذاریم واسه خب وقتی که z صفر باشه اون وقت 2 تا X1 مساوی منفی 5 X2 درسته؟ و X1 مساوی منفی 5 دوم X2 هستش خب یعنی در واقع ما به ازای حالا X1 باید این معادله رو بکشیم این خط رو بکشیم حالا به صورت ساده تر که نقطه گذاری هست اگر بخوایم جلو بریم یه نقطهش میشه جفتشون صفر باشن یعنی این نقطه درسته؟ یعنی اگه اینو صفر بذارم اینم صفر بذارم میشه این نقطه یه نقطه دیگه هم لازم دارم میتونه در واقع x1 رو مساوی منفی پنج دوم بذاریم خب که این در واقع میشه منفی پنج وقتی که جایگذاری میکنیم و برابر صفر میشه و این رو x2 رو برابر با یک بذاریم خب یه مقدار ساده تر بذاریم چون 5 دوم سخت نقطه پیدا کردنش خب میتونیم این رو برابر با منفی پنج بذاریم و این رو برابر با منفی دو بذاریم پس x1 میشه منفی پنج x2 میشه منفی دو خب x1 منفی دو میشه اینجا برخش منفی پنج میشه تقریبا اینجا و x x2 دو منفی دو میشه اینجا درسته و آه ببخشید این بعد مثبت باشه من بعد جای گذاری کردم یکیش باید مثبت باشه یکیش منفی اینو در نظر بگیریم مثبت دو خب x2 مثبت دو میشه اینجا حالا این خط رو میکشم این خط در واقع 2x1 به اضافه 5x2 برابر با صفر هستش خب که زد ما در واقع صفر به دست آورد اما تو این ناحیه که جواب من هست این خط قرار نداره پس تو این دستگاه معادلات هرچی نقطه روی این هستش صدق نمیکنه. و این جواب ما نخواهد بود خب یه مقدار زد رو میبریم به سمت بالاتر یعنی به این سمت به این سمت نمیتونیم بیاریم به خاطر اینکه هر چقدر بیاریم به این سمت میدونیم که تو جواب صدق نمیکنه چون فضامون این وره دیگه داریم میخوایم بعد بریم به این سمت به سمت فضای جواب اون باید بریم پس من یه زد دیگه رو در نظر میگیرم یه مقدار زدم و افزایش میدم برابر با مثلا زد دو در نظر میگیرم خب زد و اگر دو در نظر بگیریم x1 من میشه در واقع ما میخوایم این رو مساوی دو قرار بدیم خب میتونیم جایگذاری کنیم اعداد رو اینو میتونیم بزنیم مثلا منفی پنج که میشه ده زیاد خوب نیست حالا این نقطه که اینجا هست به دست میاد یه نقطه هم اینجا به دست میاد حالا واسه اینکه زمان صرف نشه ما اعداد رو به دست نمیاریم میشه یه چنین خطی باز دوباره Z رو باید ببریم بالاتر چون هنوز به ناحیه جواب اون نرسیدیم که تقریبا یه چنین چیزی به دست میادش درسته که اگه در واقع Z رو برابر با دوازده بذاریم اون وقت X1 من میشه منفی میشه مثبت 6 X2 من میشه صفر در واقع 6 ضرب در 2 به اضافه صفر که میشه 12 دو تا x1 به اضافه 5x2 خب دقیقا با این نقطه تلاقی میکنه معادله z من مساوی 12 با این نقطه تلاقی فقط یک نقطه از فضای جواب تو اینجا هست که با این زد من برابری میکنه خب این نقطه جواب من در واقع الان به ازای x1 6 ایک و از x2 0 من یه جواب دارم z برابر با 12 میتونم z رو باز بیارم بالاتر اما z افزای... تا به z من افزایش پیدا میکنه من ماکسیموم تا اینجا میتونم ببرم بالا دیگه خب اینجا z من برابر با x 1 ایک من صفره به اضافه 5 در 9 میشه 45 یعنی ماکسیموم مقدار خودش رو میتونه داشته باشه از اینجا به بعد که دیگه مورد قبول نیستش خارج از فضای جواب من هست پس تو اینجا هر چقدر ما داریم زد رو تو این جهت میبریم در واقع داریم زد رو افزایش میدیم تابمونو مقدارش رو ماکسیموم میشه یه جورایی پس من اولین جایی که رسیدم مینیمم ترین مقدار من هستش تو این شرایط و بنابراین زد من برابر با دوازده زد بهینه هست که میتونم داشته باشم بهش میگن زد استار این x1 و اینم x2 میشه x1 استار و x2 استار به نام جواب بهینه من متغیرهای های من. توی این مقدار اگر باشن هم توی این معادلات صدق میکنن هم زده من دیگه کمترین مقدار خودشو داره حالا ببینیم امتحان کنیم ببینیم واقعا صدق میکنه توی فضای جواب که اینجا تحت نمودار میتونیم ببینیم اما توی ریاضی اگر اینو 6 بذارم و اینو صفر بذارم میشه 6 و 6 مساوی 6 درسته چون گفتیم بزرگتر مساوی میتونه باشه اینجا میشه منفی 6 منهای صفر منفی 6 بزرگتر مساوی منفی 18 هست درسته پس صدق داره میکنه توی فضای جواب بزرگتر مساوی 0 هم که همشون هستن چون x1 من 6 و x2 من صفره خب پس اینجا ما دیدیم که زد من بذاریم من یکم اینجا رو خلوت بکنم اینجا دیدیم که زد من اولش ما یه عددی رو در نظر گرفتیم اینجا و بعد گفتیم خب اینجا که نمیتونه باشه پس بعد افزایشش بدیم تو این جهت که داشت افزایش پیدا که اینا به صورت موازی میرن جلو دیگه چرا موازی میرن جلو چون این معادله ذرایبش فرق نمیکنه فقط عدد نهاییش فرق داره پس این خط همه با هم موازی هستن و در این جهت مجبور شدیم ببریم و افزایش بدیم و در این جهت اگر حرکت کنیم کاهش پیدا میکنه زد میشه منفی اما تو فضای جواب من صدق نمیکنه خب به صورت بهینه و مطلوب بذارید من برم توی اسلاید بعدی که بهتر میشه توضیح داد خب ما اینجا اومدیم گفتیم زدمون رو صفر شد این معادل خط بر اساس این نقطه یابی زد مساوی دوازده شد اینجا یه نقطه برخورد داشت و اینجا سبز نشون دادیم چون فضای جوابمون اوکی هست بازم افزایش دیگه لازم نیست بدیم چون زدمون داره همینطور افزایش پیدا میکنه پس اینا هم به درد ما نمیخورن در واقع پس همینجا که اولین جایی که رسیدیم گفتیم زد استار من هستش و اینها این در واقع x1 استار من و x2 استار من هستش اگر توجه کنین ما اینجا دو تا بردار کشیدیم خب در واقع یه بردار هستن اینا این بردار جهت حرکت زده که گفتیم اگر تو این جهت بره افزایش پیدا میکنه و اگر تو این جهت بره کاهش پیدا میکنه این بردار از کجا به دست اومد از مشتق در واقع گرادیان مشتق جزئی z تابع z من یه بار نسبت به x1 مشتق گرفتم که میشه دو تا x1 نسبت به x1 مشتق بگیریم این میپر میشه دو اینم یه عدد ثابت در نظر گرفته میشه میشه صفر میشه دو و مشتق نسبت به x2 گرفتم که شده صفر به اضافه 5 که شده خود پنج خب حالا این در واقع همون ذرایب من ذرایب هزینه من هستن درسته هرچقدر چقدر من ذرایب هزینم در واقع در جهت ذرایب هزینم حرکت کنم تابع من افزایش پیدا میکنم چه ماکسیموم سازی بخوام برم چه مینیموم سازی به حال تو این جهت حرکت کنم افزایش پیدا میکنم و اگر تو این جهت برم تابع من کاهش پیدا میکنه بیشترین کاهش رو خواهد داشت خب که دقیقا اگر بخوایم این بردار رو بکشیم میتونیم بر اساس نقطه یابی یه بار جهت مثبت مثبتش منف... رو در نظر بگیریم که ببخشید اینجا منفی باشه دو و پنج هستش یه بار هم در جهت منفی نقطه یابی کنیم میشه منفی دو و پنج اگر ضبط در منفی کنیم این بردار من میشه که اگر به این جهت بریم به جهت خود سی جهتی که خود اینا وجود دارن بریم در واقع داریم زد رو افزایش میدیم و اگر در جهت منفی سی بردار منفی سی بریم زدمون رو داریم کاهش میدیم پس توی مینیموم سازی مطلوب من در واقع حرکت در جهت منفی است خب یعنی انگار از این بالا من دارم میام هی اینو میدم هی اینو کم میکنم هی اینو کم میکنم وارد فضای جوابم شدم ولی هنوز میتونم حرکت کنم حرکت میکنم و به این نقطه میرسم دیگه خارج نمیتونم بشم یه روی کردش هستش یا اینکه من از اینجا مثل همون جایی که حل کردم از اینجا شروع کردم خب ولی در فضای جواب من نیستش پس در واقع صدق نمیکنه تو فضای جواب من خب دیدو دیدو. صدق نمیکنه تو فضای جوابم پس مجبورم تو اون جهت دوباره حرکت کنم یه ذره ببرمش بالاتر خب حالا اگه توجه کرده باشین نقطه ای که اولین نقطه ای که بش رسیدیم اینجا بود درسته یه نقطه ای بود در گوشه فضای جواب من تقالی یعنی تلاقی این خط با این خط بودش خب ما به این فضایی که به این نقاطی که توی گوشه وجود دارن اگه این خطار رو در نظر بگیریم یه نقطه اینجا داریم یه نقطه دیگه هم اینجا داریم یه نقطه دیگه هم اینجا داریم به این نقاط نقاط گوشه ای میگن و به این نقاط نقاط داخلی میتونیم بگیم خب و اینا هم روی خط گوشه ای هستن یعنی روی خطن روی این نقاطی که اینجا وجود دارن روی خطن اگر من یک جواب یک تا بخوام داشته باشم همیشه توی برنامه‌ریزی خطی یک کدام از این نقاط گوشه‌ای هستند که میتونن جواب یکتای من باشن در غیر این صورت جواب یکتا وجود نخواهد داشت این اثبات شده توی جبر خطی هستش توی جبر خطی اثبات میکنن یا جواب یکتا یعنی یه دونه جواب یه دونه نقطه جواب باشه وجود ندارد یا اگر داشته باشد توی این نقاط گوشه‌ای هستن پس من وقتی که دارم به صورت هندسی حل میکنم خب یه روش دیگه دارم به جای اینکه بیام معادل خطم رو هی بکشم ببرم بالا میتونم سریعتر به جواب برسم چطور؟ بیام بگم اوکی اینا نقاط گوشهی من هستن دیگه به ازای نقاط گوشهی هم زده حساب کنم یعنی من فرض کنی اصلا فضای جواب نمیدونم برمیگردم به سلاید قبلی ذره پاک میکنم اینجا رو خب فرض کنید من فضای جوابم کلا نمیدونم میام اینجا نقاط گوشه ای رو پیدا میکنم میدونم فضای جوابمو رو باید توی اینا صدق بکنه یکی از نقاط گوشه من x1 صفر باشه و x2 مساوی 6 باشه اگر x2 مساوی 6 باشه تو اینجا صدق میکنه 2 6 تا 12 تا آره صدق میکنه پس این یه نقطه من هستش نقطه بعدی اینه که x یک من 6 باشه چون میخوام روی خط باشه فرض میکنم مساوی این یعنی دو مادر دو مچول حل میکنم خب x 1 من 6 باشه x2 من 0 باشه درسته تو اینم صدق میکنه روش دارم به صورت سرین دو مادر دو مجموع رو هم میکنم میتونیم دستگاه تشکیل بدیم و سریع جواب رو به دست بیاریم دو تا نقطه دیگه هم میتونم داشته باشم اینجا اینو صفر در نظر بگیرم x2 9 باشه یعنی x1 مساوی صفر x2 مساوی با 9 باشه وقتی که من x2 رو مساوی 9 قرار میدم آیا تو اینجا صفر میکنه نه آه چرا صفر میکنه ببخشید چون بزرگتر مساویه دیگه من دستگاه تشکیل ندادم که توی اینجا داره صفر میکنه پس x1 مساوی صفر و x2 مساوی 9 درسته یه نقطه دیگه هم میتونم داشته باشم x2 مساوی صفر باشه توی اینجا اگه مساوی در نظر بگیریم و x1 مساوی 18 باشه آیا اینم توی اینجا صفر میکنه اینم صفر میکنه 18 هم خب حالا به ازای اینا z رو باید حساب بکنیم چون میدونیم بیشتر از چهار تا نقطه تو این دستگاه دو مادر دو مچول نداریم دیگه حالا اگه سه مادر سه, سه مادر دو مچول بود میتونستین دستگاه تشکیل بدیم و فکر میکنم سه به طوان، دو به توان سه یعنی هشت تا جواب باید داشته باشین توی اون حالت یادم نیست الان جبر خطیش که تعدادش چقدر میشه خب حالا z رو حساب میکنیم z برای این حالت میشه x2 زب 6 میشه 6 5 تا 30 تا x1 زب 6 زب 2 z میشه 12 تا x1 0 باشه x2 9 میشه z میشه 45 تا و تو اینجا هم z مساوی با 18 زب 2 36 تا بین اینا مینیمم کدوم هستش بین اینا مینیمم این یکیه پس این رو میتونیم بگیم جواب ما هست x1 استار مساوی 6 x2 استار مساوی 0 و z برابر با 12 زد استار من به این طریق میتونیم دستگاه رو حل بکنیم یعنی عددها رو توی این فضای جواب هم اول به دست بیارم یه دستگاه رو حل بکنم و بعد از اینکه دستگاه ما حل کردم اعدادمون جایگذاری کنم ببینم کدوم مینیموم هستش پس ما دو روش در واقع اینجا گفتیم یه بار کتابمون رو بکشیم و در جهت مینیموم سازی یا ماکسیموم سازی توی فضای جوابمون حرکت کنیم حالا اینجا ما توی این جهت مطلوبمون هست حرکت کنیم اما توی فضامون نیست مجبوریم بریم به این سمت و اینجا میزنیم و اینجا تلاقی داشت باین با و میگفتیم اولین تلاقی که داشته خب جواب بهینم هستش اما اگر ماکسیموم سازی بود همینطور باید ادامه میدادیم اینو و به اینجا میرسیدیم خب این هم حل هندسی هست این نمایی که دیدین فضای جواب و نحوه حرکت روی چیزا و جواب های که وجود داشت اگر من این معادله و این مچول هم داشته باشم به همین شیوه حرکت میکنم یعنی فرض کنید من اینجا ام تا معادله خط بسید فضای جوابم دارم و هر کدوم از اینا تشکیل شده از n تا متغیر خب به این صورت من این دستگاه n معادل n مجهول رو حل باید بکنم و نقاط گوشه ایش رو بگردم ببینم به ازای کدوم یکی از اینا z کمترین مقدار میشه خب ولی n معادل n مجهول به این راحتی دیگه که من اینجا کشیدم حل نمیشه به خاطر این باید باستش الگوریتم داشته باشیم استپ به استپ بریم جلو و خودمون دیگه به سختی میتونیم اونو اگه این مدل مجهول باشه حلش کنیم از کامپیوتر باید کمک بگیریم یا اینکه باید بشینیم از ماشین حساب حالا بدون ماشین چرتکه چرکه بندازیم هی حل کنیم حالا جلوتر بهشون میرسیم که چطور میتونیم این مدل این مجهول رو حل بکنیم خود الگوریتمش چی هست به نام الگوریتم سیمپلکس و اینکه چطور از کامپیوتر میتونیم از برای حلش کمک بگیریم امیدوارم مفید واقع شده باشه تا جلسه بعد خدا نگهدار